ورود هوش مصنوعی به میدان جنگ باعث نگرانی از شدت گرفتن درگیری‌ها و تضعیف نقش حیاتی انسان در تصمیم‌گیری‌های جنگی شده است. در گزارش همکارم به واکاوی این موضوع پرداخته‌ایم که از شما دعوت می‌کنم آن را با هم ببینیم. ورود هوش مصنوعی به میدان جنگ باعث بروز نگرانی‌های فراوانی شده، چرا که هوش مصنوعی نشان داده که می‌تواند سریع‌تر عمل کند، اما لزوماً ایمنتر یا اخلاقی تر نیست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اخیراً اظهار داشته از برخی گزارش‌های دریافت شده مبنی بر استفاده برخی از کشورها از جمله اسرائیل از هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف در جنگ غزه که منجر به تلفات زیاد غیر نظامیان شده عمیقاً ناراحت است. هوش مصنوعی با الگوریتم‌های پرسرعت خود که حجم عظیمی از داده‌ها را برای شناسایی تهدیدات بالقوه پردازش می‌کنند، می‌تواند به ویژه برای انتخاب اهداف تأثیرگذار باشد. هوش مصنوعی در فن آرایش رزمی نیز کاربرد دارد. با این روش پهپادها این قابلیت را خواهند داشت که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر اساس اهداف تعیین شده قبلی با هم همکاری داشته باشند. در مقیاسی بزرگتر، هوش مصنوعی مدل‌هایی از میدان‌های نبرد فراهم می‌کند و برای مقابله با حملات راه‌هایی پیشنهاد می‌کند که هیچ بعید نیست شامل استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هم بشود. با توجه به تشدید مسابقه تسلیحاتی و دشواری‌های همیشگی صحنه جنگ، بعید نیست هوش مصنوعی را هم در آینده بسیار نزدیک وارد میدان نبرد کنند، و این در حالی است که بخش بزرگی از جهان هنوز به طور کامل از پیامدهای بالقوه آن آگاه نیست. اولیکر فرانکه از شورای روابط خارجی اروپا میگوید هوش مصنوعی مثل سیاه چاله است. لزوماً نمی فهمیم چه می داند یا چه فکر می کند یا چگونه به این نتایج می رسد. قدرت های بزرگ جهانی کوشش فراوانی دارند تا در میدان مسابقه کاربرد نظامی هوش مصنوعی پیروز صحنه شوند، و همین تکابوی بی امان مانع ساماندهی و قانونگذاری به موقع در این حوزه شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در ماه نوامبر توافق کردند که کارشناسان خود را برای سامان دادن به این وضعیت به کار بگمارند.